سلام و صبح شما بیننده عزیز، بخیر به مجله صبح. امروز با من منیر احمد امیری خوش آمدید. در نخست میخواییم که پیروزی قهرمانان افغانستان و تیم کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند که در مسابقات جام جهانی بیست اوره در مقابل این تیم قوی پیروز شدن بر شما تبریک بگویم. امروز قرار است روی موضوعات ازدهاماتی که در شهر کابل است و یک سری وظایفی که برمیگرده با شهرداری کابل با آقای نعمت الله بارکزی مشاور مطبوعاتی شهرداری کابل بحث داشته باشیم. آقای بارکزی خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیزتان. خوشحال هستم در خدمتتان هستم. صبح میگه بخیر. ما هم به نوبه خود پیروزی تیم کرکت افغانستان را در مقابل تیم بسیار قوی نیوزیلند تبریک می‌گویم که با نتیجه بسیار خوب اونا را بردیم. امیدوارم که در بازی‌های بعدی شما موفق باشه. خیلی تشکر. ممنون حضورتان مبارک صاحب. بس را می‌خوام یک پرسش آغاز بکنم که او را ما می‌تونیم گلایم بگوییم. چند روز قبل از ریاست ترافیک یک مهمان را داشتیم. اونا گلایه کردند که شهرداری کابل با ما همکار نیستند در قسمت جمع‌آوری یعنی دستفروشی که در جاده ها هستند، اینها ازدهامات به وجود آوردند. پاسخ شما چی است؟ تشکر بسیار زیاد. ما همانگی و همیشگی خود را داشتیم. ما یک کمیسیون کلان داریم به نام کمیسیون نظم شهری که در رأس و مقام محترم ولایت کابل شهرواس محترم خودشان و در کنارش اداره همکار با ما وزارت محترم ترانسپورت هست. ترافیک بدون شکی که از اجزای اساسی نظم شهر هست. ما همیشه جلسات خود رو به شکل هفتهوار داریم و با هم دیگه همکاری میکنیم. در اون شکی نیست. خب تمام همکاری های ما در قالب قانون و در این حال در قالب تمام فیصله هست که طرف کابینه محترم میه. خصوصا در قسمت فروشان همکاری خوب خود را داریم چون همیشه در جلسات هستیم و اگر موضوعی هم هست از طرف اداره محترم ترافیک در اون مطرح میشه چون تمام مسئولینشان هست. این برادر گلای کرده خوب است که با مسئولین خود در تماس باشن و چون در تمام جلسات اساسی اونها هستن مشکلات رفع میشه. اما با وجود از این که شما میگین که ما همکار هستیم، چرا همین مشکلاتی که ازدهامات از در جاده کابل که یک مقدار زوبر میگرده و همین دستفروش ها چرا حل نشده؟ ببینید موضوعاتی که مربوط شهر میشه و در این حال مربوط خود مسئله خود نظم شهری میشه به گونه مشخص، اینها موضوعاتی هستند که ما با همدیگه به همکاری هم میخواییم حل بکنیم موضوع را و یک طرفه نمیشه. و این قصه به مشکلات شهری شهر کابل قصه یک روز روز نیست. قصه ای است که به همین شکل تقریبا 20 سال به وجود آمده. و اگر شما بخواید با 3 سال پیش نظم را به نوعی یک مقایسه بکنید، تغییرات کلان آمده. من براتون نام بگیرم. در تمام ساحات شهری که 6 7 قطار کراچی بود، خصوصا طرف روز، اونا یا به منطقه انتقال شدن که در زمین سفید وجود داشته و یا اینکه به شکل یک قطار مثلا در نای اول ما زمین سفید کمتر داریم یا نداریم، اونا تنظیم شده. و در کنار این موارد شهرداری کابل متوجه باشن که مجبور هسته که به گونه مشخص در کنار فعالیت هایی که میکنه مطابق با فیصله های کابینه هم عمل بکنه. با فیصله های مشخص کابینه در قسمت نظم شهر آمده، خصوصا بیشتر از 1.5 سال میشه که شهرداری کابل به هیچ کس دیگه اجازه نامه فعالیت به عنوان کراچیوان نداده مطابق با فیصله کابینه. و در قسمت تنظیم فعلیشان هم با توجه به وضعیت اقتصادی مردم ما همکاری خود را داریم. یک چیز دیگر باید متوجه باشیم، چون ایام عید و نزدیک عید داره میریم، همیشه در تمام دنیا وقتی چنین مراسم های از حال اگر در بیرون باشه عید خودشان و در کشورهای مسلمان عید ما ازدهام به وجود میاد. شما ببینید اگر مشخص روی ساحات مندوی ما بخوایم صحبت بکنیم، مندوی شهر کابل 100 سال است اندازش همه قصد ابعاد سرکش همه قصد و در 100 سال گذشته جمعیت شهر کابل از 100 هزار رسیده به 7 میلیون و این تفاوت کلان است که ازدهام را به وجود میاره و عمدترین و بهترین محصولات هم اینجا پیدا میشه و ما شما میبینیم همه در خانه میگیم یک چیز اگه زیاد میگیریم میریم کل موش منده، خصوصا در ایام عید. شما اگه دقت کرده باشین سرک های خود منده به گونه مشخص تمامش پاکاری شده. در داخل منده شما در مابین سرک ها دو سه قطار کراچی بود یک تا دیدن نمیتونید، اما هجوم مردم زیاد است، نیازمندی مردم زیاد است که به همین سلسله و ارتباط جلسات مشخص که ما داشتیم ان شاء الله به اون شکلی که نخواست رو برای مردم وعده سپرده بودیم که در 4 زون شهر کابل نخواست های بسیار یا کشتارگاه بسیار معیاری ساخته میشه که الحمدلله 2 تایی ساخته شد و فعالیت و سر 2 دیگه هم کار میشه. در قسمت داشتن مراکز خریدی مثل مندوی کابل در چند زون فعلا کار جریان داره که ان شاء الله به نتیجه خواهد رسید. خیلی تشکر بارگزای سیبان. چرا که حس میشه باید صورت بگیره یک جا یا یک مکان خیلی مشخص است که باید از طرف شهرداری کابل برای دست فروش ها. ما به این باور نیستیم که اینا
از کار برن بیرون و مردم بیکار شود. باید یک جای برشان تنظیم شود تا مردم هم امو با آدرس دقیق را بفهمن و برای چیزی که نیاز دارن برن همون جای. قصه چی قرار است ببینید؟ کسی که بودمان دست فروش فعالیت میکنه بگونه مشخص یک پیام مهم بود جواب میدن. کسی که بودمان دست فروش فعالیت میکنه بگونه مشخص اونا مشخصا نمیتونه که ببرده اکس های مشخص اونها رو تنظیم کنیم. چون دست فروش کسی است که میخواهه بسیار زود سریع و مقدار اجناسی که داره رو چیکار بکنه عاجل به فروش برسونه. اگه ما در اکثر موارد که دست فروش ها رو بردیم در زمین های سفید نمیشه فعالیت نکرد چون اونها علاقمندیشان نیست که لب سرک باشن. ورنه ما بسیار از مکان هایی که دست فروش ها بوده بسیار مارکت های خوب فعلا ساخته شده. ما چند مارکت تاسیسی میتونم برات نام ببرم که هم داره ساخته میشه و اکتداشون هم ساخته شده و تمام شده. مثل مارکت در کنار مارکت مشعل در خود ساحه دیوانان هست. یعنی خاصیت اینها طوری است که میخوان بنابی فرار داشته باشن از داشتن یک وظیفه معیاری. چون کسی دست فروشی میکنه تنها و تنها فیش خدمات شهری باید پرداخت کنه که قیمت بسیار پایینی داره. اما کسی که دکانداری میکنه اونها جواز میگیره در کنارش اونها بل برق میتن کرایه دکان را میتن در کنارش اونها مثلا مالیات را میتن و اجاره میتن و بسیار گپ های دیگه با اونها به شکل معیاری فعالیت میکنن. و توجه شهر ولی کابل هم است که بازارهای شهر کابل باید معیاری شه. ما شما همگی شاهدی بودیم که چندین سال قبل در مارکت خیرخواهی که در نادر پشون هست که اونجا اکثر غرفه ها بود یا دکان های کانتینری بود چند میلیارد افغانی چند میلیارد دلار سرمایه مردم اونها حریق شد. مغول فروشا که بودن در گرفت. اما فعلا یک مارکت معیاری دوی ساخته شده و توجه شهر ولی کابل قبول همین است که در ساحاتی که دست فروش ها مزدهم از سوجه و دست فروش ها فعالیت میکنه اگر زمین سفید است کوشش بده است که مارکت یعنی برنامه های وجود داره که اینا وجود داره. یک جای منسجم ما چند جار میتونم برتون نام بگیرم که عملا اونجا کار جریان داره و اونجا مارکت های معیاری ساخته میشه. اما سابق دو دست فروش ها بود به سرک میدان در کنار قاضی پلازا عملا کار جریان داره. سرای برنج عین حاضر قیاس دو سرای دیگه به خاطر میوه خشک است زمینی که جوار حمید صرافی است. ما میخوایم دست فروشی بر اون طرف و دکان ساخته شوه و مارکت معیاری ساخته شوه و اولویت بدیم به دست فروشایی که این فعالیت کردن که بیان یک پیشه معیاری داشته باشه. خیلی تشکر. شما از عید یاد کردین. ما در آستانه روزهای عید قرار داریم. برای شما معلوم است که به عید قربان بیشتر ازدحام میشه به دلیل نمو و مالی که از ولایات میاد اینجا و به فروش میرسه به خاطر قربانی. برنامه مشخصا روی ازی هم شما دارین که چرا ما شاهد هستیم به خصوص یک جایی که من خودم شاهد هستم از چاره سرسبزی لا مارکت و هلا لبجر سرک کاملا مسدود می باشه. ببینید در قسمت فروش مال بازارها اجازه داشت تلفن استفاده کنم برتون لیست چه بگویم فراتر ما بازی شهر نتا ببینید دق... چون اکثر اطلاعات ما در گوشی هست و ما میتونیم برتون اطلاعات دقیق بدیم. در قسمت مال بازارها برتون گفتم میتونم برادر نازنین که در شهر کابل وقتی که ایام عید میشه بگونه مشخص توجه کلی ما سری است که اول بعد نظم شهر از بین نره و در کنارش بعد ساحات سبزی که در شهر است اونا نگهداری شه. به می خاطر ما خو یک مال بازار کلان داریم که دستهای کمپانی است که همیشه و هم وقت فعال است. اما در قسمت ای که ما بگونه مشخص در جاهای دیگه در شهر هم داشته باشیم تقریبا 8 نقطه دیگر ما مشخص ساختیم که فعلا هم کار سر جریان داره. امکان داره در این نقطه ها کمی تغییر بیایه که در اوج مردم میتونن بگونه مشخص عموم گوسفند یا گاو یا هر موشی دیگه که نیاز دارن از خریداری بکنن به خاطر ایام. دو بخش داری برنامه. بخش اولش همی هست که هیچ کس حق نداره سر به خود مال خود را اگه انتقال هم میده در تمام دروازه نفری بعد توسط موتر انتقال داده شود. بله نظم شهر نباید بر هم بخوره در کنار سرسبزی نباید آسیب ببینه. و ما سعی ما برای بوده که شهر را به چند زون تقسیم بکنیم که نواحی مختلف بتونن ادم یک جا استفاده بکنن. نخواست کمپانی که در نواحی 5 وجود داره که نواحی 13 و 14 هم بسیار راحت میتونن از استفاده بکنن. عقب قصر دارالامان در نواحی 6 بودن 40 جریب زمین اختصاص دادیم که نواحی 3 و 7 بسیار نزدیک است به اونجا. در کنارش در نواحی 8 در منطقه قلعه برقی عقب حوزه 8 امنیتی در اوج هم در حدود 30000 متر مربع یعنی 15 جریب یک زمین هسته که در اوج نواحی اول و 22 بسیار نزدیک است به اوج. در ناحیه دهم در کنار شهرکاری ها 3 محل مشخص رو برشان تعیین کردیم که بیش از 56 جریب زمین هسته و در اوج مشخصا نواحی 9 هم 15 هم 4 هم و 11 هم نزدیک هست میتونه از استفاده بکنم. ما کوتاه بگویم در ناحیه 13 هم منطقه چشمه چنگر است. در ناحیه 16 هم بین ناحیه 12 و 16 سرک 60 متری منطقه الوخیل که اونجا هم 100 جریب زمین اختصاص دادیم که اونجا هم ناحیه 12 هم 9 هم میتونه از استفاده بکنه. و در ناحیه 17 هم سرک کابل پروان منطقه کاریزمیر که در سابق بعضی افراد به عنوان کوچه
بودن او ساهم پاکسازی شده که بودن 100 جریب زمین هسته و نوایی که شمالی است مثل نای 11 مثل نای 17 و بخشی از نای 4 بسیار خوب میتونن استفاده بکنن. یعنی منطقه ها مشخص شده، تایید شده و این اطلاعاتی که من پیشتر بخشی رو از برتون خواندم این ان شاء الله در تمام مساجد داده شده، خصوصا دیروز که نماز جمعه بود که در اوج بر مردم اطلاع رسانی شود و وکلای محترم گذر که در حدود کم و زیاد ما 690 وکیل داریم اگه اشتباه نکنم در می حدود هسته، بر اونها اطلاع رسانی تقریبا یک هفته پیش شده و در کنارش نماینده های کوچه و تمام چینل های نشراتی خود شاروالی کابل داره به شمول بعضی بحث ها مصاحبه که امیل اعظم و شما اطلاع رسانی بر مردم کردیم. یک بخش خاج است. بخش دومش بعد از خریداری مواشی است که روز اولی دسته ما در تمام نواحی که هم یک لست دراز داره اگه بخوانم شاید وقتان زیاد بگیره، در تمام نواحی در 22 ناحیه ما در اوج دوله های مشخص و کلانتر رماندیم که واضح سرش نوشته شده که صرف بخاطر روزهای عید بخاطر مکثافاتی که حاصل از قربانی مواشی است در اوج بطن انتقال به تنوره که او هم واضح جای به جای شده و پرسنل قهرمان نانجیپور شاروالی کابل در تمام روزهای عید اونا نوکریوالی خود را دارن و از متفری و رخصتی رسمی خود میزنن تا اینکه بتانیم ما شهر پاکتر و باصفاتر در ایام داشته باشیم. یعنی شما پرسنل را مشخص کردین بر روزهای عید؟ بله. همون ازاماتی که در گذشته بود دوباره ایجاد نشد علی؟ ببینید دو بخش داره قضیه. بخش اولش این است که خب شهر کابل به گونه مشخص 22 ناحیه داره با مناطق مشخص رو به خاطر کثافات داره که بعد در اوج همیشه وقت همه سال انتقال شود. درست. جدا از او چون او کثافات 24 ساعت یک بار انتقال میشه، ما در ایام عید به گونه مشخص چون امو کثافاتی که حاصل از قربانی است یک تعفن خاص داره نمیتونیم یک بزرگ نگاه کنیم چون منطقه رو بوی میگیره بازی برتون بگیم وطنی تر. درست. ما مجبور هستیم که اینا رو نهایتاً در 12 ساعت خالی بکنیم. به این خاطر جدا از دوله های واضحی که وجود داره دوله های مشخصی در تمام شهر جای به جای میشه که صرف بخاطر کثافات حاصل از قربانی هست و اینا در هر 12 ساعت ان شاء الله خالی میشه. خیلی تشکر. وقفه داریم برگزارش پس از وقفه بس ادامه میدیم. بنده عزیز وقفه است دوباره برمیگردیم. بیندای عزیز دوباره خوش آمدید. آقای نعمت الله بارکزی مشاور مطبوعاتی شهرداری کابل را با خود داریم. بارکزی صاحب یک پرسشی را که برای ما شهروندا فرستاده در قسمت این غرفه هایی است که در گذشته اینا ایجاد شده بود حالا برخی از این غرفه ها برداشته میشن و شکایت اونا می است که برای ما دوباره جای دیگه هم مشخص نمیشه و پولی هم که ما برای از این غرفه ها داده بودیم برای ما پرداخته هم نشد. پاسخ شما در این مورد چی است؟ این سوال تان دقیقاً سوال اول تان را جواب میده. ببینید ما در چوکات قانون باید برخورد کنیم. ما از افسر میتونیم منی کمتر نباید بکنیم چون اصول واضح است. در تمام شهر کابل و کسایی که به عنوان دستفروش فعالیت میکردن اونا اگر جای به جای هم شدن و اجازه فعالیت برشون داده شده در اولین خطی که ما با اونا قرارداد نداریم تفاهم نامه داریم این است که کاملا به شکل موقت فعالیت میکنن و شرایطی که غرفشان برداشته میشن در زیرش نوشته شده که یک متن کلان است. درست. در کنار این موضوع یک چیز باید یادآورشان برتان که شهرولی کابل یک غرفه هم سرکس نفروخته، غرفه ها را خودشان ایجاد کرده. شهرولی کابل نقشه غرفه را برشون داده که غرفه شما باید همین شرایط را داشته باشه، اندازشی طور باشه، رنگش هم باشه. مثلا یک نفر بر ما مراجعه میکنه میگه ما زمین دارم من میخوام خانه 5 منزله جور بکنم. شهرولی کابل خانه رو برش جور نمیکنه، صرف نقشه برش میده و دایی هم ما دیزاین ندادیم. یک نفر هم شاید پیدا نفشه و قطعا نیست که شهرولی کابل غرفه را سرش فروخته باشه. ما فقط نقشه داریم اونها برای خود جور کرده. شرایط عزل بسیار واضح هسته. ببینین تمام اینا فعالیت کاملا موقت داشته. درست. و کراچیوانی در شهر کابل یا دستفروشی نمیتونه در شهر کابل یک شغل کاملا دائمی باشه، یا نیم وقت است یا موقت است و شرایط عزلشان هم واضح هسته. زمانی که دیده شود در یک ساحه با وجودی که ناجای به جای شده باشه اما باعث بندش پیاده رو و بندش سرک شود اونا برداشته میشه. و اینو متوجه باشین که در تمام نواحی تکرار میکنم شهرولی کابل اگر زمین سفید داشته برشون مشخص کرده اونا نمیرن در پیاده رو اینا ایجاد شده. چرا در مو اوایل که ایجاد شد مقابلش استادگی نکردین؟ موزل کلان است، موزل خرد نیست. شما تقریبا با کم و زیاد ارقامی که حالا هر بار گفته شده از 20000 حتی تا 70000 کراچی رو برو از این ارقام کمی نیست. این مردم بخواین نخواین به عنوان
عنوان شغل به این موضوع میبینن و شما نمیتونید که یک بارگی همین رو صفر بکنید، چون کار کار اجتماعی است و کار کار مردمی است. از این بابت سعی شده تا حد ممکن اگر برای پیاده رو و سرک مشکلی ایجاد نشه اینا جای به جا شده. وقتی که به مرور زمان دیده شده به این خاطر ما این دمی اول تفاهمنامه گنجاندیم که فعالیتشون کاملا موقت است و هر زمانی که شورای عالی کابل بر اساس لزوم دید و شرایطی که وجود داره نیاز بینید که بعد برداشته شه، اونها بعد برداشته و خودشون امضا کرده، یعنی چیزی نیست که ما اونها رو خبر نکرده باشیم و با همی شرایط برداشتن غرفهشون که در داخل خود تفاهمنامه است ما مطابقت رو پیش رفتیم، نه کمتر و نه زیادتر. خیلی تشکر. یه پرسشی هم که ما داشتیم به خاطر جای مشخص بر از اینا، یک دلیلش اینی بود که اینا اگر کسی دائمی همی شغلش هست، شاید کسایی باشه که دائمی شغلشان اینی دست فروشی باشه، اما یک جای مشخص برشان باشه چون اینا باز بیکار نشه. برادرم امیال دنای 12 چند جیب زمین برشان داده شد زوج میگه ما اینجا بازار نداریم نمیریم اونجا. این یک مورد امی خاصیت خود دست فروشی همی است که اونا سعی میکنن که با وقت کمتر با هزینه کمتر زودتر به مشتری یک چیز را برسانن. درست. و اینا اکثرا دوست دارن دلاب های سرک باشن، اما ما نمیمانیم که نظم شهری بر هم بخوره. خب یک مورد دیگه هم که میتونه برای شهروندان کابل مشکل ساز باشه از طرف از این دست فروشی که هست، ما مخالف به اونا نیستیم، حرف ما با شهرداری است که باید مشخص شه و هر نوع یک میشه باید اونجا یک مشخصه که اینا هستن باید فرستاده شن که همین آلودگی های صوتی را که اینا با وجود آورده این در شهر کابل و شکایت ها هم از این زیادتر است. شما کارهای در این مورد هم کرده این یا خیلی؟ قطعاً. چرا که من نمونه ایش مثلا چند روز پیش میخوام براتون بگم از تمام سرک های سایت تایمنی جمع آوری شد و در زمین سفید در سرک پنج تایمنی کلچار انتقال داده شد. بعد اونجا باید فعالیت بکنن چون واقعا دیگه تایمنی حتی رای به خاطر رفت آمد هم نبود. ما بر تمام حالات شهر واقف هستیم و سعی میکنیم که چند بود مد نظر بگیریم. اول وضعیت اقتصادی فعلی را مد نظر بگیریم مطابق فیصله های کابینه، در کنارش نظم شهری که از اولویت های ما هست، سرک و پیاده رو وظیفه مشخص است، سرک جای موتر است، پیاده رو جای رفت آمد شهروندان عزیز است، نباید یا بند شود. در کنارش زمانی که دست فروش ها فعالیت میکنن اینم باید متوجه باشیم ما شما که اکثریت فعالیت های اینها در مقابل دکان ها هست. یک دکان ما پیشتر هم براتون یادآور شدم که کاملا وظایف مشخص خود را داره، جواز میگیره، جوابگو هست، پاسخگو هست، حیثیت حقوقی واضح و حکمی کامل داره برای ما. در کنار این موضوع اینا بل برق داره و مصارف دیگه که داره 6 7 9 مالیات دارن، مالیات بر عایدات و گپ های دیگه. درست. اما یک بود دیگه قضیه چی است؟ در مقابل همین دکان هایی که با این هم مصارف فعلا فعالیت های رسمی و معیاری میکنن، یک غرفه است که تنها افیس خدمات چهره میده و تمام وسایلی که یک دکان میفروشه او هم داره. درست. متوجه باشین ما نمیخوایم که به نوعی تمام دکاندارای شهر بگم شما بیاین خرید فروشی بکنید، چون هر کس فایده خودش رو میبینه. یک موضوع دیگه که در این قسمت وجود داره است که در تمام دنیا دست فروشی به این شکل نیست که دست فروش گودام داشته باشه. دست فروشی یعنی که شما میرین از مندوی کلان یا از بازار کلان یا از فروشی به مقدار نیازی که بر امروز دارین وسایل خریداری میکنید و تا شام با فروش میرسانه. بله. اما مثلا در ساحه کارتینو که ما اونا رو جمع آوری کردیم، یک دست فروش را میدیدین تقریبا 7 متر 8 متر مربع اجاره گرفته بود و ما رفتیم با دانه دانشان با مو روزی که ما رفتیم خود شارواسی با حضور داشت که خب میگیم برادر تو دست فروش هستی توی قجای کلان چی میکنی؟ میگه والا ما رفتیم از یک جای نام گرفت که ما از اونجا تکه آوردیم، تکه لباس برای دو ماه خود به فروش میرسانم. یعنی برخورد و ذهنیت اونا نباید مثل یک دکان باشه برای یک غرفه. من. و این اشتباه است و این هم تهدید به خاطر شغل معیاری هست و در کنارش یادم که توانایی قدار سرمایه داره که میتونه یک پارچه بیاره به خاطر فروش بهتر از یک دکان بگیره. خیلی تشکر بارگزای صاحب. میخوایم یک موضوع مشخص شد چون از برنامه شهرداری دیگه برنامه‌اش که ایجاد سرک ها بود و کار روی سرک ها بود اینا را ما اصلا داشتیم و شما در برنامه گذشته در همه رسانه های کشتا کردین گفتین، چون وعده ما با یکی از همو اعضای ریاست ترافیک همین بود که با خود هم داشته باشیم روی این می حل شدن زحمات که در جاده هست حل بس داشته باشیم. شما اگر مشخصا بگین که در کنار این مورد که شما در برابر دست فروش ها و کراشی هایی که در جاده هستن انجام دادین، چی کارهای دیگر شما به خاطر حل شدن مشکلات ازدحام در پایتخت انجام داده؟ ببینید ما با چند موضوع کلان روبرو هستیم. مسئله اول یک رشد بیرویه و غیر پلانی شهر هست که تا امروز هم که با شما صحبت میکنیم بیش از 75% شهر کابل غیر پلانی است، خود سر جور شده. بله. مسئله آبرو، مسئله تنظیم ترافیک، مسئله تنظیم مواد فاضله، مسئله تنظیم مثلا کانالیزاسیون هیچ وجود نداشته، خود سر آباد شده و میبینید که بسیار مشکلات زیاد داره. ما از یک طرف سعی میکنیم ساحات غیر پلانی رو در شهر کم بکنیم با پروژه انکشاف متعدد زمین و
آینده شهر کابل و توسعه جدید شهر کابل مطابق پلان باشه. تا رفته رفته 75% کم شده و رسالت پلانی زیاد شده. یک بخش کلان کار ما است. بله. محورهای کاری شهرولی کابل بسیار واضح و مشخص است. به همین خاطر شما شاید شایدی باشین که در حدود 10-11 سرک بسیار کلان و عمده که هر کدامشون عرضشون 60 متر است، عملا فعلا امسال کارشان آغاز شده و ان شاء الله رحمان میتونه که یک گره کلان ترافیک را باز کنم. بله. مثلا در سایه سرا شمالی که شاهراه شمال است، نه تنها برای کابل بلکه تمام ولایاتی که در جنوب کشور است از این شاهراه عبور میکنند. بله. ما سرک کوتل را 10.8 کیلومتر است، بخش اولش را کارش به اتمام رسانیم تا دو سه روز دیگه ان شاء الله افتتاح میشه. بخش دومش که بیش از 2.5 کیلومتر است، اون نتیجه که خواستمش اون جدیده میشه که ازدحام وجود نداره. اون قسمتایی که اون اساس ترین گپش مونده و بخش دومش الحمدلله کار سر آغاز است که 20 ماه بعد که 2 ماه گذشته بودن 18 ماه بعد خلاص میشه و لات سوم یا مرحله سومش که مشخصا تا مکمربند یا ساحه مشخص شهر کابل میرسه بعد از نواحی شروع میشه ان شاء الله رحمان و مدیزان خلاص بده مرحله تدارکات است و سعی میکنیم که تا نزدیکای پایان امسال کار از هم شروع شه. یک بخش قضیه است. بخش دومش است. خب بازی سرک هم که کلان شوه مستقیم کلش میای باز در سرای شمالی باز گره ایجاد میشه. به همین خاطر ما سرک شمال غرب کابل را جور کردیم و کار سر جریان داره که مشخص از موجوار خود نواحی هفتم یا ریاست نفت گاز که برش میگن. بله. از اونجا مستقیم میره به چاره قنبر، یعنی کسی که از شمال کشور میخواد به شهر کابل بیای و در نواحی سوم، پنجم، ششم، هفتم و سیزدهم کار داره، قرار نیست سر شمال بیای، از اون طرف رفتن میتونه. و از می پنج نواحی کسی میخواد طرف شمال کشور بره، قرار نیست که حتما سر شمال بیای، از اون طرف میره. این یک بخش کار است که این سرک 7.6 کیلومتر است و بیش از نیمش پارسال ساخته شده و ان شاء الله تا پایان سال تمام میشه و افتتاح میشه بخیر و بهره برداری سپرده میشه. یک کار دیگه کردیم که عظمی سرک کوتل، یک سرک دیگه به نام مزاره بغل است که به این طرف میره، تقریبا مثلا به نواحی شرقی برتون بگم به اون طرف به بخش نواحی مرکز میره. در این جمع تقریبا 6-7 ناحیه قرار نیست که اینا اگه میرن طرف شمال سرای شمالی بیان، اینا میتونن از اون را رفت آمد کنن و موتورایی که هم از طرف شمال میاد و به این نواحی کار دارن قرار نیست اونا هم سرای شمالی بیان، از اون را رفتن میتونن. اینجا میشه که ازدحام سرای شمالی را میتونن با جدیت برتون بگم از 50% پایین تر میآید. یک بخش از کار بود، مثلا سرک گلباغ حاضر قیاس، سرک دیگه که به نام عرفانی یاد میشه که مشخص از خود سرک اون طرف دشت برچی میره و دشت برچی 4-5 سرک اساسی برای ساخته شده با هنوز هم کار جریان داره. سرک گلباغ که بعدا ان شاء الله با کابل لوگر وصل میشه، در کنار سرک قلعه شانان، سرک که از مشخص از چالای ملاله طرف سرک حلقوی میآید. این سرکای که توسعه سرک کوتی زنگی دیمزنگ، سرک خود قصبه، سرک میدانای گمرک، سرک دیگه که خود از چالای مکران سوم آغاز میشه و به طرف تنگی غرو میره که 3 لات کردیم، 2 لاتش ان شاء الله در اعلانش و کارش آغاز میشه. ان شاء الله تا 2 سال آینده که پروژه تکمیل میشه و جمع میشه و تمام میشه، اون نقاط مزدحم شهر کابل ازدحامش به 50% خواهد رسید و بعد از او نگاه شهرولی کابل به پلان ساختن ساحات است. خیلی تشکر بارکزای صاحب. شما سرک ها یاد کردین که قرار است اینا تنظیم شون و کار جریان داره، قرار نیست شروع. اما من سرک های را درست دارم که خیلی وقت از جور شدن، سرک های از وقتی که ساخته شده خیلی زمان گرفته، اما هیچ فعال نشده به گونه رسمی که من میتونم که از شهردار از سرای شمالی برای شما مثال بتم، الا چارای شهید یا سرک پنج کمی یا لبجر این الله بچر که یک بحب سرک بحب. باز است یک سرک تا هنوزی بسته نشده. دلیل در چی بوده؟ ما برتان میگم یک شرکت بود، واضح برتان میگم 3 سال پیش شرکت کار خود را آغاز کرد، نام شرکت نگیریم بهتر است، تا جایی که میتونه در این سرک خیانت کرد و بعد از تحول سیاسی که در کشور به میان آمد این شرکت خواسته شد، تمام کاری کرده بود الف تا یا بررسی شد. خب بررسی های قانونی از طرف شهرولی کابل صورت گرفت و ریاست های دیگه هم وجود داشت که باید بررسی میکردن به اداره امور. 14 پروژه است، یک تا نه 14 پروژه است، نه یک پروژه نبود. بعضی خانه هم اونجا تخریب شدن به خاطر این سرک جور میشه. ما براتون میگم در پلان ما است 14 پروژه بود که اینا رفت به مو ریاست های مشخصی در اداره امور هسته و همچنان حتی محکمه که در بار بررسی شد، قرارداد فسخ شد و شرکت تاوان را داد. این حالا ما امسال باز در پلان خود داریم که بخیر ساخته شد، این کارش نمیمانه. 14 پروژه بود، یک تا نبود و در حدود کم و زیاد 100 پروژه خردترک دیگه که از طرف کی ام دی پی که مو دونرهای بانک جهانی بود که کار میکرد که بعد تحول سیاسی کار اونا دولت تعلیق آمده. شهرولی کابل توانای کامل تکمیل این در حدود 100 پروژه. اگر رو تکمیل شود یک بخش از ازدحامات حادثات ترافیکی هم کم من میایم. این 100 پروژه شهرولی کابل توانای کامل
تکمیلش را داره. اما قصه در چی است؟ تمام جلساتی که ما با KMDP و بانک جهانی داشتیم تا فلحال که بیشتر از 16 جلسه هم حضوری داشتیم و هم از طریق اسکایپ یا ویدیو کانفرانس داشتیم، در یک جلسه هم این مسئولین نگفتن که ما دیگه در شهر کابل کار نمیکنیم. خواهشانی بودن که اون تصویر سیاسی کلان بخیر حل میشه و ما دولت تعلیق هستیم، تمام دفتر و تمام گپاشون فعال هستن و وجود دارن و ما نمیخوایم که یک دروازه همکاری که به خاطر آبادی شهر کابل هست ما اون رو بسته کنیم. اگر ما این پروژه رو تکمیل کنیم مجبور هستیم پروژه رو تسلیم بگیریم و عملا فعالیت اونا رو ما ساقط میکنیم. به این خاطر اونا دولت تعلیق هستن، در کنارش پروژه دیگه ای که پلان شده اونا پیش میره. یعنی برنامه است که فعالشایی سرکار. بله کاملا. تشکر. یک چیزی که من در این سالهای اخیر حس میکنم کمرنگ بودن ایجاد پلای هوایی است. چرا که روی پلای هوایی کار صورت نمیگیره؟ دلیلش در چی بوده که پلا ایجاد نمیشه و ازدحامات کم شده و حادثات ترافیکی کم شده، کسایی که از سرک مرور میکنن؟ مشخصا ما 8 پل هوایی آبرو را بردش 40 میلیون افغانی امسال در شهر کابل جور میکنیم که در نواحی مختلف از نواحی 50. اما در این سالا خیلی کم رنگ دیده شده. عملا در پلان مؤسسه سمپلاش من انداخته شده و خیر. اگر زندگی بود تا پایان امسال ما شما رو عبور میکنیم. انشاءالله حتما یک برنامه ریش میداشت. حتما. که در نواحی 4م، نواحی 6م، نواحی 5م و دیگر نواحی هست. 2 پل هوایی مترو که یک انقلاب خواهد بود ان شاء الله در شهرولی کابل که دیزاینش هم خود شهرولی کابل انجام میشه و اجرایش هم شهرولی کابل میکنه و فعلا در محلی کابل هست. یکی در ساحه منار نجات است و دیگه در ساحه خود برکی هست. و در کنارش 4 کاندید دیگه هم به خاطر رو داریم چون یک کار نو است و خود شهرولی کابلی مسئولیت کلان را بر عهده گرفته که بخیر به پیش بره. یک چیز دیگر می خوام براتون یادآور شم که بعد مردم در جیجانش باشه. مردم زمانی میبینن کار سرک شروع شده که استملاک شروع میشه، اما سرک سازی زمانی که ما کار شروع میکنیم مرحله اول دیزاینش است که مرحله اول سرویش است که ماها رو دبر میگیره ولی مردم نمیبینن. مرحله دوم دیزاینش است که ماها رو دبر میگیره ولی مردم نمیبینن. ما بتانیم دمیم سال پلان دیزاین ای پل ها رو داریم اما مردم نمیبینن. اما دیزاینش بسیار هم مصرف زیاد داره و هم دقت بده و شوه. مرحله بعدیش پلان املاکی است که دیده میشه در ساحه ای که مثلا اگه سرک جور میشه یا پل جور میشه کدام موارد بعد استملاک شوه که پلان املاکی هم بسیار دقت نیاز کار داره، دقت جدی و اساسی کار داره. مرحله بعدی هجومگیری است که خب برآورد میشه که خانه هایی که بعد استملاک شوه مقدار بودجه چقدر میشه، پیسه چقدر میشه و گپ های دیگه که وجود داره و چقدر بر مردم پول داده شوه. مرحله پنجمش استملاک است که نه مردم میبینن یک جای تخریب شده، بعد از اینکه استملاک صورت میگیره پرداخت پول هست و در کنارش دیزاین وقتی که نهایی میشه میره به طرف قرارداد تدارکات که او هم مسائل اداری است که مردم نمیبینن. اما زمانی قرارداد برنده میشه اعطای قرارداد اطلاعش نشه میشه و بعدا کار که دستای شروع میشه. یعنی شما اگه بخواید تقسیم بندی بکنید تقریبا 7-8 مرحله هم طاقت فرسا هم زمانگیر ما انجام میتیم که مردم نمیبینن. اما اعلان میکنه مردم فکر میکنن چیزی وجود نداره در حالی کار سر جریان داره. و میایم سر خود سرک سازی، قیر انداختن سر سرک در مراحل سرک سازی 5% کار است. 95% دیگه ساختن و ساختمان سرک است که از سب گرید شروع میشه، سب بیس میایه، بیس کوچ میایه که اینا تستای مشخص خود را داره. بعد هم کمپکشن یک صورت میگیره و معیارهایی که ما داریم تستای جیوتکنیکال است. بسیار گپا هست دیگه. اگه ما در داخل بریم کارش اصلاحات اینجوری خواهد بود. از این بابت است که ما میگیم که زمانی که فلانی سرک را میسازیم پیش ما این مراحل جریان داره و ما به نقطه میرسانیم که باز کار عملی شروع شد. تشکر بارکزای سمتوس. برنامه ما روی یک لایه که از نادم کار شما بود ما برنامه را داشتیم. میخوایم حرفای شما را بیا اگر شما گلایه یا حرفی دارید و نهادهای همکارتان نهادها با ما همکار است، همکاری خوب داریم و همکاری کردن در نهادها به خاطر نظم شهر یعنی یا اگر کمرسویی که وجود داشته باش جایش تلویزیون نیست از طریق مکاتب رسمی ما را حل میکنیم. درست. خیلی ممنون حضورتان. بخیر سلامت. خواهش میکنم. بینده عزیز بحث ما با نعمت الله بارکزی مشاور مطبوعاتی شهرداری کابل به پایان رسید. برنامه ما همینجا به پایان میرسد. ممنون شما که تا این دم با ما بودین. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار شما.